سلام خدمت تمام هموطنان عزیز در سرتاسر افغانستان. امیدوارم شما از گزند روزگار در امان باشین. من دکتر قیس نکزاد هستم. امروز می خواهم در مورد یک موضوعی که متاسفانه اکثر افراد این تجربه میکنن و بعض اوقات باعث میشه تا فعالیت های فیزیکی و دماغی ما را در جریان کارهای روزمره محدود بسازد، در مورد فتیک یا خستگی صحبت می داشته باشم. امیدوارم شما بحث برنامه رو تا آخر دنبال کنین. خب وقتی که ما تعریف مشخص پیرامون فتیک یا خستگی می داشته باشیم، اگر یک فرد به شکل متکرر از بیزاری، از سستی، از کسالت و از کاهش فعالیت های مغزی و فیزیکی شکایت داشته باشه، این تحت عنوان یک عرض به نام خستگی مورد ارزیابی قرار می گیره. حالا کدام فاکتورها باعث میشه تا در نزد یک فرد خستگی به وجود بیاره؟ شایان ذکر است که ممکن است خستگی در نزد اکثر ما شما به شکل کوتاه مدت یک روز در هفته یا به طور مثال حداقل یک روز در ماه ما را تجربه کنیم، ولی این قابل تشویش نیست. خستگی هایی که طولانی مدت می باشه، فعالیت های مغزی ما را به کاهش می ده، اجرای فعالیت های فیزیکی ما شما را کاهش می ده و در نهایت یک فرد به فعالیت های نرمال خود پرداختن نمی تانه، اینی قابل تشویش است و باید مورد ارزیابی و اپروچ و تشخیص قرار بگیره. متاسفانه خود خستگی مثل سایر اعراض یک عرض نان اسپسیفیک یا غیر وصفی است که ما مشخصا در چند لحظه معدود نمیتونیم که بفهمیم که مثلا یک فردی که سالها از خستگی شکایت داره عامل از چی هست، یعنی یک عرض و شکایت هست که ممکن است در سیر دهها مرض داخله تحسس کنه. عمدترین عواملی که باعث میشد تا یک فرد خستگی روزمره و کاهش فعالیت های مغزی و فیزیکی را به شکل دوامدار تجربه کنه عبارات امراضی است مثل در صورتی که یک فرد آفت روانی داشته باشه، یعنی سایکاتریک پرابلم یا آفات روانی مثل استرابات، مثل افسردگی، مثل که اونای سوماتو فرم دارن، یعنی در حقیقت اگر تمام اعضای بدنش مورد معاینه فیزیکی قرار بگیره، مورد اپروچ قرار بگیره، کدام مرض ما پیدا نمیکنه ولی مریض قناعت نمیکنه، بازم میگه من مشکل دارم، خودش کوشش میکنه که لوحه یک مرض را تقلید کنه و در نهایت امر خود بر خود یک حس بده که گویا تمام معاینات غلط است، تمام دکترها اشتباه میگن ولی خود از این مریضی داره. در پهلوی امراض روانی یک سری آفات عصبی همچنان ممکن است باعث ایجاد خستگی یا فتیک به شکل طولانی مدت در نزد یک مریض شود. مثلا اونایی که سکته مغزی را تجربه کردن، اونایی که به صورت مرض الزایمر دارن، اونایی که کبر سن می داشته باشن، اونایی که مولتیپل اسکلروز دارن، اونایی که اکثر رعشه یا لرزه در دستایشان موجود است که به نام مرض پارکینسون میگن، اینا ممکن است به صورت طولانی مدت و دوامدار از خستگی مغزی و کاهش فعالیت فیزیکی رنج ببرن. در پهلوی از او خستگی طولانی مدت بعض اوقات ممکن است در سیر یک سلسله بی‌نظمی های هورمونی به وجود بیاید. مثلا مریضایی که پرکاری غده جاغور دارن یا مرض تایروتوکسیکوز دارن، اونایی که فعالیت های غده تایروید یا جاغورشان از حالت نرمال کم است، ممکن است به شکل دوامدار در پهلوی سایر مشکلات از خستگی و کسالت شکایت داشته باشن. بلند رفتن قند خون و پایین آمدن قند خون خصوصا در نزد مریضای دیابتیک یا مریضایی که شکر داره ممکن است توان با خستگی باشه. در پهلوی از او افزایش سوی کلسیم بدن و عضلات را خسته می سازه، کاهش سوی ویتامین دی همچنان توان با خستگی است، یعنی اونایی که کلسیمشون زیاد هستن و یا اونایی که ویتامین دی شون کم است، اونایی که غده جاغورشان پرکار است یا اونایی که بطور مثال غده جاغورشان فعالیت نداره و کمکار است و یکی بطور مثال قند خون در شکر اگر بالا بره و یکی سقوط کنه، تمام از اینا مترافق به کسالت و خستگی هست و بعض اوقات در یک سلسله امراض نادر و هورمونی مثلا کمکاری غدایی که در بالای گردا موقع داره، مرض هدیسن، مریضایی که بطور مثال غدوات بالای گردایشان بیش از حد کار میکنن، مرض کوشینگ سندروم، اینا تمامش مترافق با خستگی طولانی مدت ممکن است باشه. در پهلوی از او خستگی ممکن است بعض اوقات در پهلوی از آفاتی که می اشاره کردم در سیر یک سری امراض انتانی و میکروبی پیش یک فرد به وجود بیاید. مثلا مریضایی که ایدز دارن، مریضایی که به طور مثال هپاتایتس یا زردی سفید و سردی سیاه می داشته باشن، اونایی که به صورت عموم از توبرکلوز شکایت می داشته باشن، اونایی که بروسلوز یا مرقه حیوانی داره، اینا به شکل دوامدار در پهلوی سایر مشکلات خستگی را همچنان تجربه می کنن. با پیشرفت سن طبیعی است که فعالیت فیزیکی در نزد یک فرد تنقیص پیدا میکنه و به شکل معمول و طبیعی اونایی که سنشون بیشتر از 60 سال هست اکثرا خستگی می داشته باشن. تشوش خواب یکی از عمده ترین عوامل خستگی را تشکیل میده،
یگانه راهی که ما بتونیم خواب خود تکافو کنیم خواب کردن است. یعنی خواب نرمال برای یک فرد ما 8 ساعتی که است باید 24 ساعتی را تامین کنه، و اونایی که پر خوابی دارن یا کم خوابی دارن ممکن است این توأم با خستگی یا فتیک باشه. آفات دوامداری که قسمت قلب انسان و قسمت شش را مساب بسازه، مثلا فشار بلند خون قلب یک فرد کلان می سازه و در نهایت قلب را به ناکامی مواجه می سازه. این مریضا در پهلویی که کوتاهی نفس می داشته باشند، دزینه بالا شده نمی تانند، بالشت پخش را تحمل کرده نمی تانند، ممکن است از خستگی در جریان روز و از کوتاهی نفس شکایت داشته باشند. مریضایی که مشکلات تنفسی داره و دوامدار سیگارت استفاده کردن، مثل مریضایی که سی او پی دی داره، مثل مریضایی که امفیزما داره، اینا همش ممکن است از خستگی در جریان روز از باعث کاهش اکسیژن شکایت داشته باشند. مریضایی که به شکل دوامدار گردایشان کار نمی تا، به شکل دوامدار به صورت عمومی اکثر آفات در قسمت جگرشان موجود است، اینا ممکن است از خستگی شکایت داشته باشند. اونایی که روماتیسم مفصلی داره، بخصوص روماتیسم مفصلی که توأم با سوی اشکال باشه، مریضی که روماتیسم مفصلی داره در صورتی که درست خود تداوی نکنن سوی اشکال پیشون به وجود میآیه، اینایی که سوی شکل داره اکثر اوقات توأم با خستگی دوامدار هستن. کم خونی شدید و طولانی مدت ممکن است مترافق با خستگی باشه. خستگی ممکن است در جریان حاملگی یا بارداری به اساس یک سری تغییرات هورمونی در نزد خانم باردار یا حامله ایجاد شود، و در پهلوی از او بعض اوقات با وجود که هر قدر بپالیم کدام عامل مشخص به خاطر خستگی پیدا کردن نمیتونیم و این تحت عنوان خستگی انون یا ایدیوپاتیک مورد در جوی قرار میگیره. در پهلوی از او بعض اوقات ممکن است خستگی در نزد افراد چاق تحسس کنه، اونایی که وزن بلند می داشته باشن از یک طرف نفس در که درست گرفتن نمی تانن، از یک سو فعالیت فیزیکی ندارن، و از طرف دیگر بسیار مساعد به مرض شکر هستن. خستگی ممکن است در سیر مرض دیابت یا مرض شکر پیش مریضا تحسس کنه. خستگی ممکن است در سیر سوی تغذی در نزد یک فرد تحسس کنه، و خستگی اکثر اوقات در نزد افرادی به وجود میاد که لحاظ فیزیکی اناکتیو هستن، فعالیت فیزیکی ندارن، سپورت جا نمی کنن، و در نهایت ممکن است در جریان روز فعالیت های فیزیکی و مغزی خود به صورت درست اجرا کرده نتانند. حالا بحث روی ازی است که مثلا یک عرضی که ممکن است در سیر همچو امراض تحسس کنه، ما چگونه این مورد اپروچ قرار میتیم؟ بعض اوقات متاسفانه مردم عزیز ما این توقع را دارن که به مجرد پایشان به معاینه خانه دکتر رسید، وقتی که گفت من خستگی دارم، دیگه دکتر اینمی 500 مرضی که به طور سال وجود داره کل اشارت کنه و بگوی عامل مرضت نیست، نه خیر، اصلا امکان نداره. به خاطر اینکه من تشریح کردم که خستگی دوام داره مزمن ممکن است در نزد یک مریض از باعث امراض مختلف به وجود بیاید. پس روی ازی هسته که وقتی ما یک مریضی که از خستگی مزمن شکایت می داشته باشه، ایره می خواهیم مورد اپروچ قرار بتیم و بخواهیم برسانیم خدا به علت ازی، یک سلسله تاریخچه دقیق باید از مریض گرفته شو که در گذشته کدام امراض پیش موجود بوده، فعلا کدام امراض به طور مثال است نیست، آیا گذشته بیمارستان پیش موجود بوده نبوده، یک سلسله دواها، حتی خستگی بعض اوقات ممکن است از سر یک سلسله دواها به وجود بیاید. مریضایی که الکل دوام دار استفاده میکنه، مریضایی که سیگارت استفاده میکنه، اونایی که به صورت چرس استفاده میکنن، اونایی که دوا به خاطر تداوی خواب استفاده میکنن، اونا در خود که دوا به خاطر تداوی دپرشن یا استرابات استفاده میکنن، تمام از اینا ممکن است خستگی را پیش مریض به وجود بیاره. بنابراین پرسان میشه که در گذشته هم چه دواها گرفته شده و یا خیر. در پهلوی از مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میگیره که از سر مریض تا به قسمت پای مریض در سیستم های مختلف ما کدام نوع ابنارمال کلینیکال فایندینگز یا دریافت های کلینیکی را پیدا کردن میتونیم. بعد از اینکه یک تاریخچه دقیق از مریض گرفته شد، بعد از اینکه مریض مورد معاینه فیزیکی قرار گرفت، یک سری معاینات لابراتواری و تصویری ممکن است به خاطر رسیدن به تشخیص ما شما را کمک کنند. مثلا اگر یک مریض وزن باخته ده، پاری سلفه داره، بسیار کسالت داره، خستگی داره، صرف شب عرق میکنه، اشتها پیش موجود نیست و رنگش خاصب شده و در جای زندگی میکنه که بچه امیش، خالش، مامایش به طور سال توبرکلوز داشته، اولین شدشن ما توبرکلوز است و تمام معاینات ما به طرف توبرکلوز سوق میدیم. یا مریض اگر به طور مثال یک مقاربت جنسی نامسئول را ایجا کرده، یک با یک مریضی که به طور مثال ایدز داره و روز به روز سالات پیش پیدا میشه و وزن باخته میره، بیشتر مشکوکیت ما به ایدز است. اگر فرد شکر نه اول داره، کل خستگی از این در بیس شکر تشریح میشه. اگر فرد به طور مثال فشار پایان داره، وزن کم داره، دلبدی پیش است، استفراغ است و سالات میداشته باشه و فشارش میشه سقوط است، زیادتر ما با کمکاری غده به طور مثال ادرینال فکر میکنیم. اگر فرد به طور مثال تکان دل داره، عرق داره و به طور مثال گرمی و بیشتر تعامل نمیتونه، تکان دل میداشته باشه، تکان دل دستای خود میداشته باشه و چشمای برآمده داره و حالت ترس می داشته باشه و در پولی از او خوابش درست نیست، ما به پرکاری خودی تایرایت فکر میکنیم. یعنی معاینات قسمی نمیشه که مریض بگیم برو از سر تا معاینه که تا پایتیج افغانستان از جامعه فقیر است و جیب مریض همچنان در نظر گرفته شده. به این خاطر کوشش میشه که دریافتای کلینیکی با کدام سوق میره و ما کوشش میکنیم معاینات و سایر تستای تصویری را به مو طرف سوق بتیم. در مورد از اینکه چگونه خستگی در نزد یک مریض ما مورد تداوی قرار میتیم، امروز تبابت استناد به اندرلاین کاز داره، یعنی به مفهوم که
عامل مرض باید تثبیت شود و اساس عامل مرض برای مریض هدایت توصیه شود. این بوجی بوجی شربت های بهتر مثال اشتیا و شربت های بهتر مثال چاق کننده و لاغر کننده عکس دواهایی که مچون گیاه های مچون چاق کننده و لاغر کننده در شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف وقتی که تبارزات داره، این بیش از مزخرفات چیزی بیش نیست. بنابراین باید عامل معلوم شود. یک فرد مثلا روز به روز وزنش کم شده رئیس، خستگی پیش به وجود آمده، ما باید پیدا کنیم که چه چیز مثلا باعث خستگی ازی شده. بنابراین عامل مرض تثبیت و اساس هدایت بر مریض توصیه میشه. مثلا اگر توبرکلوز خستگی در 20 توبرکلوز در نزد یک مریض وجود آمده باشه، توبرکلوز تداوی میشه. اگر خستگی از 20 شکر پیش مریض وجود آمده باشه، شکر مورد منیجمنت و مدیریت قرار میگیره. اگر خستگی از باعث پرکاری یا غده تایراید یا کمکاری غده تایراید وجود آمده باشه، او باید مورد تداوی قرار بگیره. تداوی به اساس اندرلاین کاز است. اگر تمام عوامل را پیدا پالیدیم و نیافتیم، فقط خستگی از به منشی روانی تشخیص میشه و تعالیت به نام کرانیک فتیک سندروم میگه، سندروم دوامدار خستگی. اینا روانکاوی میشن، روان درمانی میشن، کوشش میکنن که خودشان بر خود انگیزه مثبت بده، انرژی مثبت بده، فعالیت فیزیکی داشته باشن، به شوهای هفته خود مواجه بسازن و در نهایت نگرش و دیدشان نسبت به جامعه باید تغییر داده شود. در صورت نیاز یک سری داروهای توصیه میشه که حالت بشن اصلاح شود. تا دیدار بعد، پدرود.